سلام دوباره دارم حضور تمامی شما گرامیانی که بیننده برنامه عصر حریوا هستند. در بخش از برنامه خواهر گرامی ما بانو نادیه نوری یکی از خلاقیت های خیلی خوبی که انجام دادن و قرآن کریم را آمدن با خط خود خوانده نوشتن. میفهمین موضوع خیلی مهم و موضوع با ارزشمندیه که هر کس یا نمیتونه این فعالیت را انجام بده و ما واقعا خیلی خوشحالم که خواهر گرامی خود بانو نوری در برنامه با خود دارم و من خیلی خوش آمدی میگم به ایشان از اینکه در برنامه آمدن و همراه با قرآن کریمی که در با دست خط خود نوشتن در برنامه حضور پیدا کردن. خیلی خیلی خوش آمدین بانو نوری در برنامه و قرآن شریف رنگ پیشی رو ما هسته. اگر بیاین انگیزه از یک از چی وقت دوست داشتیم که بیایم قرآن شریف با خط خود خوب بنویسین و ما بگین بیشتر توضیح بدیم در مورد از این مسئله که آگاهی پیدا بکنه و انگیزه از اینکه شما آماده قرآن شریف نوشتین چی بود؟ من خیلی دوست داشتم که قرآن شریف رو بنویسم. بعد از اون به تلویزیون که دیدیم یه جا آقا جان مینا همگی فامیل خوش بودم به تشویق کردم و همون باعث شد که من قرآن شریف رو بنویسم. پس انگیزه به تشویق خود خانواده و علاقه شدید خود شما بود که خواستم قرآن شریف رو بنویسم. چه وقت روی از این کار کردین؟ تقریبا یک سال طول کشید. با صنف 11 هم بودم، از صنف 11 شروع کردم به 12 ختم. تو صرف 12 روی از این کشید کنید بیشتر توضیح بدین چند وقت طول کشید، از چه مواد استفاده کردین و بیشتر زمانی که ایر می آمادین نوشته می کردین یا می نوید به خط خود خوب احساس شما چی بود در کن؟ خیلی احساس خوب داشتم که این نوشته کردم، با قلم بیکم بنوشتم، سرنگم هست با خون دویم. قبل از اینکه شما بیانید بنویسین آموزش خاصی دیده بودید؟ نه آموزش ندیدم، از پیش خود خونوشتم. از پیش خود خونوشتین؟ خطایی که استفاده کردین، خطوطی که استفاده کردین بیشتر چه خطوط نوشتین؟ خطوطی که بیشتر از این استفاده کردین برای نوشتن قرآن کریم که فعلا در پیش روی ما وجود داره، فعلا میتونیم بیشتر صحبت بکنیم در مورد از اینکه خود نقش خانواده چی بود در تشویق شما که بیم این کار رو انجام بدیم؟ تشویق زیاد کردن دیگه، اما هم باعث شد که من بنویسم. خانواده زیاد کردن. میتونیم وردارین از روی خود از رو بیشتر توضیح بده؟ دو جلده چیزون به دو جلده، ای اول یا نه بعد نام خداوند از این چند جزء اول شروع شد. دیگه ای تا جزء ابته ای جلدی و با ای جلد بعدی هم از جزء ابته تا جزء سی، یعنی 17 جزء هم وارد از او جلده و تا 13 جزء هم 13 جزء هم وارد از او جلده. بله. میتونیم بگیریم خطوط از رو نشان بدیم که بیشتر باز کنیم خطوطی که استفاده کردیم از او چه خطوطه و دستور زبانی که بیشتر استفاده کردیم کدام دستور زبان هست، زر و حروف و قوانینی که بیشتر در بخش زبان عربی استفاده میشه. بالا بگیریم باران. بله. طرف کامره میتونیم بگیریم که هم ما بیشتر بهتر ببینیم و هم بیننده هایی که ما که همتون بیننده برنامه عصر حریوا هستن بیشتر ببینن و آشنایی پیدا بکنم در مورد خط شما که استفاده کنم. با چی خطی نوشته کردیم؟ خط خود میگوید دیگه. از چی رنگ استفاده شده در نوشتن؟ سیاه، سرخ، سبز، سرنگ. بیشتر خطوطی که استفاده شده از کدام رنگ است؟ از سیاه. سیاه هست. بعد سبز و سرخ کمتر. قلم سبزی که استفاده کردین بیشتر به کدام حروف استفاده شده؟ به زر و زیر که هست قلم سبز با نوشتن یا به قلم سیاه با آیاها یا جای استاد و نام به سرخ. به سرخ هست. بله. بیشتر میتونیم ورق بزنیم. احساس شما چی گونه هست وقتی که نوشته میکردیم قرآن شریف؟ خیلی احساس خوب داشتم که من همچون کار میکنم و خداوند به من توفیق داد که این کار بکنم بنویسم. واقعا یک احساس خیلی خوب، احساس موفقیت و احساس از ارزشمند نسبت به خود داره.
در آینده میخواین چی کار رو انجام بده؟ حالا فعلا قرآن شریفه، فعلا حالا داخل از این نوشتین، آیا میخواین که بیشتر پیشرفت بدین، بیشتر خواسته باشین زیادتر بیایم قرآن شریف های بیشتر نوشته بکنین؟ اگه خدا توفیق بده چرا؟ خب به توفیق خداوند در اراده ایمان، اراده شما چی بده است؟ اون 13 جلدی که گفتیم به در سزده جزی که گفتین در او قرآن کریم هست، اونم با می خطوط نوشته شد؟ بله. چند وقت طول کشید نوشتن قرآن کریم؟ یک سال طول کشید. در این مدت یک سال برنامه ریزی شما چی قسم بود که گفتیم هم درس می خوندم و هم قرآن شریف نوشته می کردم؟ چگونه بود به همه کارهای خود می رسیدین در پلوی نوشتن از این؟ دیگه امون تا روز 6 ورق از قرآن شریف فهمی نوشتم، به درس هم اکتب فهمی رسیدم کار کنم. بیشترین وقتی که شما می آمدیم قرآن شریف نوشته می کردیم که دو وقت ها بود؟ طرف ها پیشین بود و عصر. عصر رو پیشین؟ اول. یعنی وقتی که بیکار بودین؟ بله، تا ساعت 12 شب. 12 شب؟ بله. تقسیمات روزانه شما چیگونه بود در نوشتن قرآن کریم و فعالیت های دیگه که کارهای خونه انجام می دادیم، درس که می خوندیم؟ کار خاص که نوشتم، همی کار کسانی که خوردتر از شما هستن داخل خانواده چیگونه؟ آیا ای که شما نوشتین، یعنی میگم به گفته خود شما توفیقی بود که خداوند جل جلاله برای شما داد تا بتونیم این خلاقیت رو انجام بده، آیا کوشش شما برای از اینکه کمک بکنین برای خوردتر از خود خوب که بیان انجام بدن یا بهتر احادیث بنویسین، دوباره قرآن شریف بنویسین، آیا اونا رو هم تشویق میکنه؟ بله، ولی از من خودتر بخانمانی هم خودمانم دیگه تشویق میکنه که اونا بنویسن. تشویق میکنه که بنویسن، خیلی خوبه. فعلا گفته اینو فارغ 12 هستن، میخواییم از این به بعد چی کار بکنیم برای نوی از فعالیت ها؟ فعالیت ها دیگه با تحصیل خواهی دامه میده. تحصیلت خواهی دامه میده. دوست داریم بخش فقه و بخش قرآن شریف و بخش از این علومه که پیش ببانیم. خیلی خوبه و خیلی خوشحالم از اینکه شما مؤمن خانم در برنامه با خود دارین و ای که پیشنهاد شما برای دیگه همسن و سالا شما برای از اینکه بیان کوشش بکنن دست به این خلاقیت ها بزنن چی بود است؟ گفتنی خاصی ندارم به جوانان و جوانان میگفتنی میاد که راه خدا پیش کنم و همچون کارهای خیلی خوبه. گفتین که کسی قبل نرفتین جای آموزش ندیدین که بیاید، صفات وقت دیدین واقعا خیلی خوب بود، خیلی ظریف بود، این ظرافت و این حاشیه های داخل اطراف صفه، این رو چی قسم آموزش دیدین؟ آموزش از کسی ندیدم، خود مرمیت از پیش خود خود نوشته کردم و نقاشی رو هم خود من. نقاشی رو هم خود شما کردین. استعداد شما در نقاشی چیگونه هست که بیان بیشتر آموزش بدین؟ استعداد من تقریبا خوبه دیگه، به نقاشی هم خوب و خط تیم هم خوب. خیلی خوبه، واقعا خیلی خوشحال شده مؤمنه جان از اینکه شما در برنامه دارین، به اینکه واقعا خیلی خلاقیت خوبیه، یعنی هر کس نمیتونه بیایه. شما یک سال وقت خود رو گذاشتین، قرآن شریف ارزش زیاد و زیاد و زیادتر از این هم داره که شما بیاین بیشتر کوشش بکنین، بهتر و از این بهتر فعالیت بهتری داشته باشین. انگیزه شما و یا اینکه خواسته باشین افزایش بدین این فعالیت ها و این خلاقیت ها خود، آیا برنامه اهداف هم در آینده زندگی خود داره؟ فعلا برنامه ندارم. آیا میخواین کوشش بکنید؟ کوشش میکنم بیشتر بیشتر داشته باشین و بیشتر روی از این مسائل صحبت بکنم. حرفی گفتنی برای همسن سالان خود، برای همنوان خود که تا بیان اونا هم دست به همین قسم خلاقیت ها بزنن، و اگر چون کسانی که شما رو میبینن مطمئنن گوش شنوا گوش به دستن که شما بیشتر صحبت بکنین، بیشتر پیشنهاداتی برای از اونا بدین که تا اونا هم بیان از تجربیات یک ساله خود به اونا بگین که تا این نوشتین اونا هم بیان یاد بگیرن و الگو بگیرن از شما که تا این قسم کارهای انجام بدن. گفتنیم همینه که همین کاری که خود اینا انگیزه دارم و میخوام هم کار بکنم حتمی بکنم بعد و فامیل ها. که شما اومدیم یک سال روی از این کار کردیم، یک صبر و حوصله مندی
میخواه. نه بسی که صبر و حوصله مندی داشته باشن چی گفتین؟ دارین که فرد بیای صبر داشته باشه، حوصله مندی داشته باشه، یک کاری که میخواه شروع بکنه تا ختم از اون مصمم باشه. برای کاری که شروع میکنم تا ختم مگر ادامه بدم و این نیم کاله نگذارم کار کنم، مصمم باشم. بله خیلی خوبه بانو مؤمنه، از اینکه در برنامه اومده این و بازم یک جهان ممنون از اینکه قرآن شریف باز خط خود نوشتین و من هم امیدوارم فعالیت های شما و برنامه هایی که شما دارین بیشتر بشه. واقعا خیلی کار خیلی ظریفیه، از خطوطی که نوشته کردین، از علایمی که از او به کار بردیم، از قوانینی که در نوشتن قرآن شریف استفاده میشه، واقعا خیلی کار خوب و یک خلاقیت خیلی خیلی ارزشمنده. پیشنهاد شما، گفتنی شما برای کسانی که شما همکاری کردن، برای کسانی که شما انگیزه دادن که تا بیاین ایر بنه قرآن شریف بنویسین چی هست؟ خیلی تشکر میکنم از همگی که من تشویق کردم. بیشتری مشاوق شما در نوشتن قرآن شریف چی بود؟ بیشتری نیوجی آقا جان بودم و بعد کاکا جان و برادرام هم اگه فامیل بودم. حالا از دوربین تلویزیون اصلاح گفتنی خاصی اگه داشته باشه برسیم؟ بسیار زیاد تشکر میکنم پدر جان خوکم چون مر تشویق کردم و از پدرهای دیگه هم میخوام که هر کار که دخترهای اینا بچه اینا دوست دارم اونا تشویق کنم تا بتانم به آرزو خوب برسیم و آرزوهایی که دارن به هدفی که دارن برسیم. بازم تشکر میکنم بانو نوری از حضور شما در برنامه و با این خلاقیت خیلی خوبی که داشتین و کدام حرف پیشنهادی که اگر داشته باشین در خدمت. تشکر پیشنهاد و تشکر میکنیم بازم از بانو نوری از این که در برنامه آمدن و با قسمت تمامی شما گرامیان بیننده هستین در برنامه عصر حریوا. خواهر گرامی ما یک از خلاقیت هایی که انجام دادن نوشتن قرآن شریف بود و ما همگی ما میدانیم خلاقیت استعداد چیزی هست که در وجود ما خداوند چه جور به ودیه میگذاره، ولی بلکه این محیط هست، این اطرافیان هست و اراده و نیروی خود فرد هست که میتونه این استعداد و توانایی که دارن بتونیم بروز بدیم، این کشف بکنیم و در هر عرصه‌ای که استعداد و خلاقیت داریم بتونیم این در زندگی خود استفاده بکنه. و یکی از خلاقیت خواهر گرامی ما هم نوشتن قرآن شریف بود که همگی شما گرامیان دیدیم در 30 جز قرآن شریف که 13 جز اون در یک جلد و 17 جز اون در جلد دیگر بود که خود از اونا با خط خود خود نگارشتن و نوشته کردن و امیدواریم که بیشتر سعی تلاش بشه، بیشتر کوشش بشه و بیشتر حمایت بشه از این کسانی که از این استعدادها و خلاقیتها در زندگی خود دارن و کوشش میکنن بیشتر همکاری بشه با اینا که استفاده بکنن از زندگی خود و از خلاقیت هایی که دارن کوشش بکنن و نوشته هایی از اینا گسترش پیدا بکنه و اوید جوانان و جوانان و کسانی که این خلاقیت ها دارن تا کنون نتونستن کشف بکنن الگوگیری بکنن از خواهر گرامی ما که تا بتونن استعداد خلاقیتی که در عرصه نوشتن نگارش و این انگیزه و آرزوها دارن بتونن به پای عمل بکشانن به نوشته بکنن. و تشکر میکنم از شما گرامیانی که تا کنون بیننده برنامه خود، بیننده برنامه اصل حریوا هستین و ما همراهی کردین با بخشای مختلف و مهمانهای مختلفی که امروز در برنامه داشتیم و امیدوارم تک تک بخش ها و مهمان هایی که در برنامه داشتین سازنده و به نفع شما گرامیان باشه و رضایت شما رو بتونسته باشیم کسب کرده باشه. فعلا برنامه اصل حریوا امروز به همین جا به پایان میرسه و امیدوارم تا روز خود به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشه تا روز بعد که ما مهمان خانه های شما گرامیان بشیم. شما رو به خداوند یکتا و بی همتا می سپاریم. خداوند حافظ و نگهدار شما و تمامی عزیزان باشه.